در آن زمان که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را در اشغال داشتند، دوره‌ای پر از مکر و ستم و کینه ناشی از حاکمیت ستمگرانه و دجالانه خلفای عباسی بود. از یک طرف قشر اندک اشراف و پولدار و مجیزگوی خلیفه و از طرفی مردم ستمکش و فقیر و پابرهنه که در سختی و فشار کمرشکنی قرار داشتند. در چنین شرایط اسفباری بود که مردم نواحی شمال غرب ایران که بیش از پیش در معرض ظلم و جنایت دو خلیفه ستمگر عباسی قرار داشتند، گرد آتشی که جاویدان فرزند شهرک آن را بر فراز کوهستان‌های اردبیل برافروخته بود جمع شدند. بعدها جوانی آسی از ظلم و ستم خلیفه به این جمع پیوست. نامش بابک بود و روح جنگ و مبارزه را در میان توده های ستم دیده و تحقیر شده زنده کرد. جسارت، زیرکی و استعداد بابک از او یک فرمانده نظامی لایق ساخت. این ویژگی ها با ضرب شدن در وطن پرستی او باعث شد که قهرمان و فرمانده مقاومت خرمدینان شود. رهبری بابک بر خرمدینان تاریخ منطقه را در مسیری دیگر قرار داد. اندیشه ژرف، جوانمردی بی‌بدیل، صداقت بیان، عزم جزم و اراده نیرومند او پیروان جاویدان را به گونه‌ای دستخوش تحول کرد که بیشتر اقوام ساکن نواحی شمال و غرب و سایر اقوام مردم ایران و حتی منطقه به این جنبش آزادی خواهی پیوستند و اتحاد بین این گروه ها شکل گرفت. بابک علاوه بر آذربایجان در تمامی اقشار ایرانی هوادارانی داشت. با آنها نیز در شهرهای خودشان علیه خلیفه ستمگر شورش هایی کردند. قرارگاه اصلی بابک قلعه استوار و سخت گذر به نام دژ بز بود که در 3 کیلومتری شهر کلیبر در شهرستان اهر در آذربایجان شرقی قرار داشت. این قلعه در بالای ارتفاعاتی بود که در شرق به دریای خزر و ناحیه شروان و از غرب به مرند و از شمال به ساحل رود ارس و دشت مغان و از جنوب تا نزدیکی اردبیل کشیده شده بود. در سال 2018 هجری قمری بابک کنترل آذربایجان و جبال را به دست گرفت و این باعث وحشت معتصم خلیفه وقت شد. شورش بابک ادامه داشت و خلیفه هم به قتل عام خرمدین ها دست می زد. اما همین خود انگیزه جنگیدن در یاران بابک را افزایش می داد. اما آنچه بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که افشین همراه سپاه خلیفه علیه بابک بود، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت و در آنجا دستگیر و روانه بغداد شد. در نهایت معتصم به دلیل کینه‌ای که به او داشت او را مسله کرد و به فجیع ترین صورت به قتل رساند. فرزندش آذر و برادرش عبدالله و یاران آزادی خواهش در این مسیر جان خود را فدا کردند. همسرش بانو خرمدین دوشادوش بابک در برابر خلیفه جنگید. او از جمله از دلیرترین جنگجویان آزادی خواه و یک قهرمان ملی در آذربایجان بود. او کمانداری ورزیده بود و تا پایان عمر با فرمانده دلاور خرمدین در جنگ و صلح همراه بود.